بر تو ای دوست سلام، حالت آیا خوب است؟ روزگارت آبی است؟ همه اینجا خوبه. نیلبک میخواند، قاصدک میرقصد، دریا آرام است، باد عاشق شده است، و کسی هست در این خاک غریب که به یادت جاری است. بر تو ای دوست سلامی به بلندای وفایت دارم. درود بر شما عزیزان بیننده، درود و صد درود. خوبین؟ آرزوی پاره تصویر خوبی و خوشحالی شما در تمام لحظات بهار و پاییز و زمستان و خاص در بهار. برنامه‌ای که امروز براتون تدارک دیدیم، سخنرانی آقای دکتر اسعد رشیدی درباره نقش و کارکرد ایدئولوژی در سپهر مناسبات بین الملل. با امید دیدار دیگر. با سلام خدمت همه دوستان، خیلی همگی خوش اومدید. همونطور که میدونید امروز بحثی هست که دوستمون آقای دکتر اسعد رشیدی ارائه میده. حالا موضوع بحث امروز همونطور که میدونید نقش و کارکرد ایدئولوژی در سپهر مناسبات بین الملل هست. طبق معمول بحث رو دوستمون اسعد رشیدی ارائه میده. خب دوست شما، بسیار ممنونم که حضور شما رو در اینجا میبینم و احساس میکنم. سمینار امروز ما، یا بحثی من یه رادیوی ارائه میدم، همچون که آقای یوتوب به ما فرمودن، نقش و کارکرد ایدئولوژی هست در سپهر مناسبات بین الملل. قبل از هر چیز میخواستم اول یک توضیح کوچیکی بدم در مورد خود ایدئولوژی چیست از لحاظ تئوریک، از لحاظ معناشناختی، و بعدش هم ویژگی هاش رو توضیح بدم. بعد بخوام پیوندی قبل برقرار کنم در مورد ایدئولوژی و رابط بین الملل، که چگونه در واقع ایدئولوژی فرمولی کنه رابط بین الملل و همون مناسبات بین الملل. دقیقا در مورد، فقط به خاطر اینکه وقت ما بسیار اندک است و زیاد طول نکشه، من به بعضی از موارد رو با نمونه توضیح خواهم داد و بعضی شو هم رو سبتیترش رو خواهم گفت که دوستانی که مایل هستن و حتما هستن میتونن بهش مراجعه بکنن و اطلاعات خودشون در این زمینه تکمیل بکنن. و که اینم بگم که اطلاعات ما همیشه احتیاج داره که به تکمیل شدن و به اپدیت شدن و به روز شدن. به هر حال اجازه بدید که من اول بار از ایدئولوژی صحبت بکنم و بعد بگم که اصلا ایدئولوژی چیست، تعریفش کجاست از لحاظ زبان شناختی، و بعدش هم برم به سراغ نظرات متفاوتی که در مورد ایدئولوژی بوده. به خصوص من از اواخر قرن 18 صحبت میکنم و خیلی وقت نمیگردم به دوره مثلا یونان باستان یا روم، و اینا رو من چون اون مفهوم در اون زمان به اون شکلی که در اواخر قرن 18 هست بهش پرداخته نشده و تبیین نشده. در واقع ایدئولوژی از دو، از یک واژه یونانی به نام ایده یا ایدیوس، به نام ایده، فکر و ذهن تشکیل شده، و لوگوس هم که به مفهوم شناخت است، یعنی تشکیل شده این دو، ترکیب این دو واژه می شود اندیشه شناختی ترجمه می شود، یا همون چیزی که ما بهش ایدئولوژی می گیم. اما خود ایدئولوژی اگه بخوام تعریف کوتاهی ازش داشته باشیم، من سعی کردم در این تعریف کوتاه سویه های متفاوت از اندیشه سیاسی را درش نقش بدم تا بحث من یک بحث فراگیر بشود و از ایدئولوژی کردن خود بحث من دوری بکنم، چون که خودم میخوام این موضوع رو توضیح بدم. به هر حال ایدئولوژی مجموعه است از افکار، بنیادها و باورها و نهادهایی که شامل مفاهیمی از سرشت و رفتار انسانی می شود و روشن می کند که چه چیزهایی ممکن هست برای انسان و چه چیزهایی ممکن نیست. ایدئولوژی برخی کنش ها را بهش روایی می بخشد، بهش حقانیت می دهد و بعضی را انسان را پیرامون هدف های معین و مشخصی سازمان می دهد. از اینکه به بقیه مسئله بپردازم، من واژه روایی
یا حقانیت رو در مقابل واژه مشروعیت آوردن، چون مشروعیت در واقع یعنی از عربیش هم نگاه بکنیم یعنی آنچه که شرع اجازه بهش میده ما استفاده بکنیم، بلکه روایی یا روایی بخشی و یا حقانیت رو در مقابل این واژه قرار داده. این مفهومو که من این تعریف رو کردم بعداً در خلال صحبت هم تکمیل میشه و نظر خودم هم میگم در مورد اینکه ایدئولوژی چیست. فارغ از اینکه این تعریفی که من کردم بر اساس یکی باورها بود و یکی ارزشها و نهادها، سعی میکنم همه این سه مفهوم رو تعریف بکنم. نهاد چیست؟ افکار چیست؟ و ارزشها کدامند؟ و ما به چه نهادهایی، به چه باورهایی و به چه ارزشهایی در زندگی اجتماعی خودمون، در زندگی فردی خودمون، در زندگی سیاسی و فرهنگی بهش ارجاع میدیم و طبق اون قواعد یا قانونمندی ها رفتار میکنیم. امروز که ما با هم دیگه صحبت میکنیم در حدود شاید 221 یا 222 سال از ابداع و برداشت مفهوم ایدئولوژی میگذرد که برمیگردد به انقلاب کبیر فرانسه. اولین بار که کسی این واژه رو به کار برد آنتون دوستود دوتراسی یا به قول ما دوتراسی بود که این مفهوم رو در مورد شناخت ایده و قوه تفکر به کار برد و بعدا با نام عناصری از ایدئولوژی اینو در این رساله رو در اون دوره چاپ کرد. اون استنتاجی که از ایدئولوژی میکرد آقای دوتراسی که دانشمند مشهور بود به این خاطر بود که فکر میکرد که ایدئولوژی باید به علم شناخت ایده ها بپردازد. چگونه ما مثلا فیزیک رو داریم که علمی است که به شناخت مسائل مربوط به فیزیک یا شیمی یا دیگر علوم طبیعی میپردازد، او هم بسیار مایل بود که در واقع این ایدئولوژی را به علم شناخت ایده ها تسلی بدهد و در موردش بحث بکند. معلوم است که بعد از گذر مدتی از این نظری که آقای دوتراسی داشت، مسئله دیگری براش بسیار مهم بود و آن هم این بود که دستگاه‌های قضایی و دستگاه آموزش و پرورش را از پیرایه دینی جدا بکنند. یعنی آموزش و پرورش را در تحت انقیاد دولت و حکومت قرار بدهد و همچنین دستگاه قضایی را. از این لحاظ او با کلیسا هم طرف شد. دو مفهوم دیگری از همین علم شناخت ایده ها رو می شود بهش اشاره کرد. یکی این بود که در طی سالها بعد از این که در 1790 اینو مطرح کرد، ما با دکترین سیاسی یا خط مشی سیاسی هم روبرو هستیم. یعنی این مفهوم دیگری بود که او که بعداً خلاف میل او ازش گرفتن و این کسایی بودن که جمهوری خواهان لیبرال بودن که اعتقاد داشتن به مجلس نمایندگی و یا نمایندگان در مجلس و بعداً ناپلئون به خاطر یا شاید به خاطر تحقیر کردن و توهین کردن بود که این واژه را به کار می برد. به هر حال این تاریخ کوتاهی بود از آن چیزی که دوتراسی مطرح می کرد. اول اینکه میگوید ایدئولوژی علم تجربی ایده هاست، اما موضوع ایدئولوژی آنچنان که او ازش استنباط میکند یعنی تجربه طبیعی افکار و رویدادها رو بررسی میکند. یعنی اون را به وقتی که ما میگوییم تجربه طبیعی به مفهوم فیزیولوژیکی آن است یا بیولوژی آن است که اون را مختص میداند به حواس انسانها که در برابر این افکار چگونه حواس انسانها را بررسی بکنند و ایدئولوژی را شاخه هم میپندارد از جانب شناسی. عرض بکنم که اگر بخوام که بیشتر توضیح بدم در مورد دوتراسی ممکن است که ما وقت زیادتری بگیرد، ولی اون شیوه علمی رو که او به کار می برد همون شیوهی بود که دکارت یا ویکن یا نیوتن و یا لاوازیه به کار می بردن که در رو مایه پدیده ها را با روش های علمی و دریافت و دقت فهرست بندی شده بررسی می کرد به خاطر اینکه جزئیات آنها را بیشتر بیان بکند. یعنی از شیوه استقرایی استفاده میکرد که اول جزئیات کوچک یا المانتای کوچک را بررسی بکند و بعد برسد به یک مفهوم انورسال که توضیح بدهد. وارونش همون شکل قیاسی است که اول دفعه از یک حالت انورسال استفاده میشود و این حالت انورسال یواش یواش و کم کم درش
تحقیق می شود، بررسی می شود و به اجزای دیگری می رسد. یعنی اون شیوه که او ازش استفاده می کرد هم اون شیوه استخراجی است که بسیاری از متدهای علمی با اون شیوه و امروز هم با همون شیوه ازش استفاده می کنند. در دوره های بعدی در دهه 40 و 50 و بعد و بعدتر قرن 19 یا و 20 مفهوم و نقش کارکرد ایدئولوژی با دگرگونی روبرو شد. مارکس و انگلس در کتاب ایدئولوژی آلمانی در واقع نظر دیگری به ایدئولوژی داشتند و آن را چون ابزاری در دست یک طبقه حاکم میپنداشتند و بخشی از رونمای جامعه در واقع بهش پرداخته میشد، مثل سنت، مثل زیباشناختی و مثل مسائل دیگری که به عنوان روبنای جامعه ازش استفاده میکردن و تعبیر بسیار میدونم که همه ما باهاش آشنا هستیم و تعبیر بسیار روشنی بود به نام فرش بوستاین، یعنی همان در واقع آگاهی دروغی. به گفته مارکس و انگلس در کتاب ایدئولوژی آلمانی می نویسند که ایدئولوژی تصویری است دروغی و درست به خاطر همین تصویر سرابگونه ظاهری متقاعد کننده و مؤثر دارد. یا به قول یعقوب تالمون که او هم تاریخ نگار برجسته قرن بیستم فرانسوی هست، او هم چنین حرفی از زاویه دیگری بهش میپردازد. البته بگویم که تالمون یک لیبرال بود ولی در این در واقع تعریف با تعریف مارکس همسان هست. به حالتی او میگوید که ایدئولوژیست ها از واقعیت اجتماعی که بسیار پیچیده و دشوار است آنچه را که میخواهند گزینش میکنند و در نتیجه به تحریف واقعیت میپردازند. به طور کلی میتوان برای تاریخ ایدئولوژی سه مرحله را قائل شد. یک، ابداع و برداشت از مفهوم ایدئولوژی است، همچون که گفتم در جریان انقلاب فرانسه و از طرف دوتراسی. دو، به کار بردن ایدئولوژی به منزله دکترین سیاسی و در پیوند با سیاست که از 1840 ادامه داشت و تا اواخر و تا نیمه های میانی قرن بیستم ما اونو میبینیم و امروز هم ادامه آن هم میتونیم بهش نگاه بکنیم. سوم، جریان است مفهوم به پایان ایدئولوژی که در دهه 1950 ما باش رو هستیم. البته این که پایان ایدئولوژی من بعداً توضیح خواهم داد که خودش نوعی ایدئولوژی است. به هر حال اون تعریفی که من در مجموع کارهای خودم بهش رسیدم، من به این نتیجه رسیدم که ایدئولوژی به مجموعی از افکار و نهادها و ارزش‌ها منتسب می شود که نگرشی ویژه را نمایندگی می کند و در کنار مذهب یا دین سیستمی را به وجود می آورد که ما بهش می گوییم سیستم ارزشی. یعنی ایدئولوژی در درون یک شاخه است از سیستم ارزشی. ارزش هم از اینجا به معنی پدیده‌ها یا چیزهایی است که به زندگی فرد و جمع معنا می‌بخشد. سیستم ارزشی خودش مجموعی از ارزش‌های مرتبط با هم هستند که رفتار و رویکرد فرد را سامان می‌بخشد و غالباً بدون آگاهی عمیق فرد از منافع او شکل می‌گیرد. یعنی کسی میتواند که یک نوع ایدئولوژی را انتخاب بکند که این ایدئولوژی در واقع در مقابل منافع خودش باشد و به منزله ساختار هرمی تصویر میشود که فرد و جمع در یک جامعه به آن باور دارد. ایدئولوژی از دو منظر قابل ارزیابی است، یک از منظر اجتماعی و دو از منظر سیاسی. از نقطه نظر اجتماعی ایدئولوژی مدعی است که در تمام ساختارها و نهادهای زندگی فردی و اجتماعی دخالت دارد و خصوصی ترین گستره زندگی انسانها را در دست می گیرد. همچنین در عمومی ترین عرصه‌های زندگی جمعی و به این دلیل هست که همه‌گیر و توتالیتر یا تمام‌خواه است. اما از نقطه نظر سیاسی ایدئولوژی در تلاش برای حکومت و چیره شدن بر جامعه همه ابزارهایی را که دارد در دست میگیرد و حتی از ابزارهایی که و حتی از نهادهایی که زندگی آنها بسیار طولانی تر از خود ایدئولوژی است استفاده میکند، مثل سنت، مثل اسطوره، مثل دین. اینا عمرشون بیشتر از ایدئولوژی است و به این خاطر هست ما اونو میبینیم با
مفاهیم عیبی جزئیات گرایی، تمامیت خواهی، نپذیرفتن تکثر گرایی و این خصلت ها یا ویژگی ها موجب استقرار سیستم های توتالیتر یا همون گونه که میگوییم تمامیت ها و تک صدایی میشوند. به گفته بشر پژوهشگر فرانسوی، رژیم ایدئولوژیکی نه رقابت و نه حریف را به رسمیت میشناسد. هر نیرویی که باورهای دیکته شده از سوی رژیم را به چالش بکشد دشمن محسوب می شود. به این ترتیب ایدئولوژی به خاطر سرشت خود که باید در خدمت سیاست قرار گیرد به صاحب سیاست تبدیل می شود. از سوی دیگر ایدئولوژی دارای قدرت بسیجگر قدرتمند است. این از نکات مثبتی است که در ایدئولوژی است. فراز آن چیزی که مارکس می گوید که یک آگاهی دروغین است، اما می تواند بسیار بسیجگر باشد. می توانیم ما به جنبش های ناسیونالیستی نگاه بکنیم، به ویژه در 1950 به بعد که جنبش هایی بود بر علیه استعمار، استعمار زدایی، و می دونیم که چقدر بسیجگر بود و خود ناسیونالیسم که به عنوان یک ایدئولوژی از اون اسم می برند، یعنی اون جنبه دفاعی ناسیونالیسم. به این خاطر ایدئولوژی می تواند بسیار بسیار بسیجگر باشد، انتظارات اجتماعی را تدوین و توجیه کنند. میخواهم روی این مسئله توجیه کردن که یکی از ویژگی های مهم ایدئولوژیش بحث بکنیم. بعد من به اون نظر به اون نکته خواهم رسید که چرا ایدئولوژی میتواند در واقع توجیهگر باشد. ویژگی هایی که دارد یک خصلت برنامه‌ریزی شده اون است. یعنی ایدئولوژی اهداف تاکتیکی و استراتژی خاصی را برای افراد تعیین میکند، وابستگی آنها را مشخص می‌کند و در چارچوب برنامه‌ای برای دستیابی به هدف‌ها به پیش می‌رود. یک مسئله را اینجا من روشن بکنم. وقتی که ما از استراتژی صحبت می‌کنیم، استراتژی هدف نیست. مفهوم استراتژی که یک مفهوم قدیمی است به در واقع عملیات نظامی گفته می‌شد، در حتی بعد قبل از سده‌های میانه یک جور دیگه تعریف دیگری ازش می شود. یعنی این که هدف و امکانات بخشی هستند از ابزارهایی که استراتژی به کار می برد برای رسیدن به امنیت. این امنیت می تواند امنیت فردی باشد، امنیت جامعه باشد، امنیت واحد سیاسی باشد و امنیتی که باشد در رابطه بین الملل یا مناسبات بین الملل از اون صحبت می کنند. بنابراین استراتژی کوششی است برای ترکیب هدف و امکانات و برای وجود آوردن فضای امنیت. دوم از ویژگی‌هاش یک پاچه سازی است. ایجاد جامعه و گروه اجتماعی می‌پردازد ایدئولوژی و بر اساس یک هدف مشترک در تلاش هست که مشکلات مشترک را برطرف کند. بعد دفاعی که یکی دیگر هست از ویژگی‌های ایدئولوژی، تقابل با سایر ایدئولوژی هاست. این تقابلگاه میتواند به شکل مسالمت آمیز یا در قالب همزیستی مسالمت آمیز و یا در قالب مبارزه شکل بگیرد. در مورد سیاست داخلی و خارجی، در این دو عرصه ایدئولوژی با سیاست تجیر است. ایدئولوژی در پیوند با کردار سیاسی عمل میکند و هر شکلی از آگاهی میتواند به مجرد این که وارد عمل سیاسی شود جنبه ایدئولوژیک به خود بگیرد. این البته فرضی مطلق نیست، جای بحث کردن دارد. دوستان میتوانم در موردش بحث کنم، همچنان که خود من با احتیاط در این مورد صحبت میکنم. هر شکلی از آگاهی خود یک تعریف بسیار ویژه‌ای دارد، بسیار عمیق است، اما من با احتیاط میگویم میتواند به مجرد این که وارد عمل سیاسی شود جنبه ایدئولوژیک به خود بگیرد. برای نمونه دوچلند روبالس یا مثلا ایران مرز پرگوهر نمونه روشنی است. نمونه روشن ایدئولوژی حکومت اسلامی که بر بنیاد یک شاخه از دین اسلامی یعنی تشیع ساخته شده است را هم نیز میتوان این گونه انگاشت. برای نمونه در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح میشود که جمهوری اسلامی همگام با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد را هموار کند. من در بحث دیگری که درباره مسئله ملی شد توضیح دادم امت یا امه در واقع سه مفهوم را در بر می‌گیرد، یکی به جای ملت، یکی به جای جامعه و دیگری به جای جامعه مؤمنین مسلمان.
در صورتی که ملت به گروهی از افراد گفته می شود که در یک مرز مشخص جغرافیایی زندگی بکنند، ولی امت اون مرز از اون مرز فراتر خواهد رفت و همین که ما می بینیم که در واقع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است بدون اینکه از ایران اسم برده بشود، چرا که ایران یک واحد سیاسی است و مردمی در چارچوب این سرزمین زندگی می کنند. اما از طرف دیگه همچنان که عرض کردم ایدئولوژی پیوند بسیار نزدیک و تنگاتنگی با سیاست دارد. سیاست کارکردی اجتماعی است به مفهوم ساده آن، اما از طرف دیگر سیاست علم به دست گرفتن قدرت است. این علم است و با توجه به این علم میتوان قدرت را به دست گرفت، چرا که موضوع سیاست قدرت است، همچنان که موضوع روابط بین الملل حکومت هاست، یعنی واحدهای سیاسی. در واقع سیاست نوعی استراتژی است، همون چیزی که همون تعریفی که من کردم، یعنی انتخاب راه یا راههایی به منظور تحقق امنیت. در این راستا سیاست نماینده شیوه است که عوامل گوناگون سیستم اجتماعی را در خود جا می‌دهد، مثلا رژیم سیاسی که وجود دارد یا سیستم سیاسی که در شوروی پیشین بود و یا در غرب بود، اون دو با هم متفاوتند و هر دو هم با رژیم سیاسی که امروز در ایران است یا در بیشتر بود متفاوت می شود. در اینجا هدف نهایی قدرت مسلماً چیره شدن است، چیره شدن فرد بر گروه و چیره شدن یک جامعه جهانی یا جامعه حکومت ها که در حول و حوش و یا در چارچوب یک جبهه بزرگ قرار می گیرند بر دیگران. این مفهوم از قدرت مفهومی است که مورد پسند فلسفه هم قرار می گیرد. خب من همونطور که عرض کردم گفتم که ایدئولوژی بر پایه باورها و نهادها شکل میگیرد. یک نمونه خواهم گفت که این مسئله مشخص میشه. میدونیم که زمان رضا شاه نهادهای اسلامی مجبور به عقب نشینی شدند. این نهادهای اسلامی در مورد حقوق قضایی، در مورد آموزش و پرورش، در مورد تفکر یا ایدئولوژی باستانگرایی زمان رضا شاه مجبور بودن که به عقب بشینن و چیرگی خودشون رو از دست دادن. به جای مکتبخانه ها میدون که مدارس باز شدن و آموزشگاه ها و دانشگاه ها. اما باورهای این ایدئولوژی اسلامی مقاومت کرد در برابر سیستم باستانگرایی زمان شاه. برای نمونه با ثبت ازدواج در دفاتر رسمی صورت می گرفت در زمان در واقع رضا شاه، اما در همان حال هم مراسم عقد و خطبه یعنی وجود آخوند و عاقد هم حفظ می شود. نهادهای اسلامی از دانشگاه ها رانده شدند، اما حوزه های علمی قوم به قوت خودشون باقی می موندن و ایدئولوژی اسلامی تلاش می کرد که اینها رو سرپا نگه دارد و از این زاویه با درست بود که نهادهاشون رو از کف دادن، قدرتشون رو از کف دادن، اما این باورها می‌کوشیدن با توجه کردن به اسطوره‌ها یعنی و افسانه‌های زمان پیشی مثلا کربلا، مثل کشته شدن علی و علی اکبر و حسین و از این تیپ، اون باورها را قدرتمند بکنن و حتی به مراجع تحلیل ارج می‌گذاشتن، امامزاده ها را بارورتر و بیشتر سلیکی میکردن تا این باورها را از در واقع تعارضی که باستانگرایی اون ایدئولوژی باستانگرایی یا یه نامشو بذاریم ناسیونالیستی در برابرش مقاومت بیشتری بکنه. برحال دگرگونی در مناسبات اجتماعی پایه های ایدئولوژی را سست میکند، اما به این مفهوم نیست که ایدئولوژی را از میان میبرد. از همین رو اون بخش ستیزیگر بنیادگرای اسلامی در برابر باستانگرایی ناسیونالیستی شاه مقاومت میکرد و همون افسانه ها دست میافت. از سوی دیگر باستانگرایی در زمان رضا شاه تلاش میکرد که به محافظه‌کاران اسلامی قدرت بیشتری بدهد تا این بخش ستیزگر را یا این بخش هر نامی که شما اسمشون میگذارید رادیکال را به عقب براند، فارغ از اینکه جنبه ضد ماتریالیستی، ضد چپگرایی، ضد کمونیستی را هم در خودش داشت، باستانگرایی به اون مفهوم که ما ازش اسم بود. به هر حال با جمهوری اسلامی با تبدیل کردن ایدئولوژی اسلامی
به ایدئولوژی حکومتی، البته در مواقع ضروری از ایدئولوژی ناسیونالیستی هم سود میبرد. در خلال جنگ ایران و عراق جمهوری اسلامی از افسران و ژنرال هایی که در زمان شاه با نظرات باستانگرایی تربیت شده بودند استفاده میکرد. به قول آلستر که یک مارکسیست ساختارگرا است می‌نویسد که گذشته در قالب نهادها و ایدئولوژی ها در زمان حال حضور فعال دارد. حتی انقلاب ممکن است که نهادهای کهنه را فعال بکند. این چیزی که ما دیدیم و من اگر اجازه داشته باشم تا اینجا بس ما از این از تئوری صحبت بکنیم و این مونوال رو که من گفتم عرض کردم که به شکل الزامی صحبت بکنیم تا بس ما به وادی انتزاعی نرویم و برای هر بحثی که ما تا اینجا داریم یک نمونه بیاوریم تا ملموس‌تر بشه. از اینجا من وارد میشم به روابط بین‌الملل.